بزرگترین ثروت یک جامعه روح آبادان شهروندان آن جامعه است. روز هستم در خدمت میهمان عزیزمون امروز، آقای دکتر مصطفی ملکیان. من در یک خانواده روحانی به دنیا آمدم. پدر من روحانی سرشناس و بزرگ شهر خود ما یعنی شهرزا بود و از خیشان بسیار نزدیک روانشاد الهی قمشه‌ای، پدر دکتر حسین الهی قمشه‌ای. بعد از مدتی آهسته آهسته به این پی بردم که بنیادگرایی دینی راه درستی پیش پای بشریت نمیگذاره و نه حقیقت اقتضا میکنه التزام به بنیادگرایی دینی رو و نه عدالت، و حقیقت طلبان و عدالت طلبان واقعی نمیتونن بنیادگرایی دینی باشن، چه بنیادگرایی دینی مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی یا هر چیز دیگه. مخونه که دست برداشتم و رفتم به طرف اون چیزی که بهش میگن سنتگرایی دینی. سنتگرایی دینی باز معتقد است که ما باید برگردیم به متون مقدس، به شکلی نیست، اما میگه به جای این که به ظاهر و الفاظ متون مقدس بچسبیم، باید به باطن و روح متون مقدس بچسبیم، چیزی که عارفان معمولا در همه ادیان و مذاهب بهش عقیده دارن. اونا معتقدن که باید به متون مقدس برگشت، ولی نه به ظاهر و پوسته بیرونی که فقهای هر دین و مذهبی به اون میچسبن، بلکه به باطن متون مقدس باید و به روح متون مقدس، به لتر و ظاهر نباید پرداخت، به اون اسپریت، به روح باید پرداخت. سالها به نظر اومد که باز هم حقیقت طلبی و عدالت طلبی اقتضاش اینه که از این روش هم دست بردارن و رفتن به سوی تجددگرایی دین، یعنی اون چیزی که معمولا در کشور ما الان بهش میگن روشنفکری دینی، روشنفکری مذهبی. تجددگرایی دینی چه میگه؟ تجددگرایی دینی میگه که برای اینکه مسائل و مشکلات یک جامعه رو رفع کنیم و حل کنیم، فقط کافی نیست به متون مقدس دینی و مذهبی رجوع بکنیم، باید دستاوردهای متون مقدس رو با عقلانیت مدرن تلفیق کنیم، با اخلاق جهانی تلفیق کنیم، با حقوق بشر تلفیق کنیم، و بنابراین روشن فکریم به این معنا که با مدرنیته و مدرنیسم موافقت داریم، از اون طرف روشن فکر دینی چون هنوز هم التزاممون به دین و مذهب رو ازش دست بر نداشتیم، نوعی جمع بین دینداری و عقلانیت مدرن، اخلاق جهانی و حقوق بشر. داشتم به صحبتاتون گوش میکردم، به این موضوعی که اگر ما بخوایم استاد ملکیانو در مرحله پنج زندگیشون در نظر بگیریم و ایشون بخوان خیلی مختصر روشن فکری رو برای ما ازش صحبت کنن، اصلا روشن فکری یعنی چه؟ در این مرحله زندگیتون اگه مختصر برام بگین خیلی ممنون میشم، و اینکه اثر روشن فکران در جامعه های امروز، حالا ما در جامعه خودمون اگر بخوایم بدونیم، شما به چی اشاره میکنی و نظرتون چیه؟ به نظر من روشن فکر کسیه که از آخرین دستاوردهای عقل بشری استفاده میکنه برای دو کار، یکی برای اینکه حقایق رو به گوش هم‌نوعانش برسونه و یکی درد و رنج هم‌نوعان خودش رو کاهش بده. من فقط دو وظیفه برای روشن فکر قائلم و از این تعبیر کردم به تقریر حقیقت و تقلیل مرارت. یکی تقریر حقیقت، اگر من به حقیقتی رسیدم این رو با در اختیار هم نوعانم بگذارم، دریغ نکنم، بخل نورزم، مضایقه نکنم، بگم من به این حقیقت به گمان خودم رسیدم، ببینید آیا شما هم میتونید این حقیقت رو تایید کنید یا نه. اینو بهش میگم تقریر حقیقت. یکم تقلیل مرارت، یعنی کاستن از مرارت زندگی، کاستن از درد و رنج های زندگی.
ارتباط با در واقع اصالت اقتصاد، اصالت سیاست و اصالت فرهنگ هست. اگر جناب ملکیان بخوان این رو تو یک مختصری، یک مجموعه کوچکی برای مخاطبان جوایز پارسی بفرمایند، چگونه این رو به هر حال مطرح میکنند؟ خیلی متشکرم اگر به هم بگیم. ببینید، سوال رو به این صورت طرح میکنم و این سه تا اصالت که شما اسپورتی رو در جواب این سوال طرح میکنم. سوال اینه، بزرگترین مشکل یک جامعه یا یگان مشکل یک جامعه یا علت العلل مشکلات یک جامعه چی؟ سوال اینه که بزرگترین مشکل یک جامعه، هر جامعه، یا یگان مشکل یک جامعه یا علت العلل مشکلات یک جامعه چی؟ کسانی که به اصالت سیاست قائلن، جواب این سوال اینه براشون. اونا میگن بزرگترین مشکل یک جامعه یا یگانه مشکل یک جامعه یا علت العلل مشکلات یک جامعه نظام سیاسی حاکم بر اون جامعه است. کسانی که به اصالت اقتصاد قائلن میگن نه، بزرگترین مشکل یا یگانه مشکل یا علت العلل مشکلات مناسبات اقتصادی حاکم در اون جامعه است، روابط اقتصادی، روابط مربوط به تولید، روابط مربوط به توزیع، روابط مربوط به مصرف. ایناست که اگر سامان درستی نداشته باشه، اون وقت میشه یگانه مشکل جامعه یا علت و علل مشکلات جامعه یا بزرگترین مشکل جامعه. یک سوالی میکنم و این هم در ارتباط با جامعه بشریه. اصلا بشریت به کدوم سمت داره میره؟ نظر شما در رابطه با آینده بشریت چی هستش؟ من خیلی به آینده بشر خوشبینم، برخلاف خیلی از متفکران که یک دید تلخ و بدبینانه ای دارن و شاید هم حق با اونها باشه، من نمیگم حق با اونها نیست. میگم من خودم اساسا انسان خوشبینیم، به آینده بشر هم خیلی خوشبینم و معتقدم که بشر تا اینجا که آمده روی هم رفته به خطا نرفته و نمیتونم بگم تا اینجا اگر به خطا نرفته فردا حتما به خطا خواهد رفت. نمیتونم نتیجه بگیرم که حتما به خطا نخواهد رفت، نه، چون اونم به خودش پیشبینیه که نمیتونم بکنم. اما میتونم بگم که به نظر من میاد که تا اینجا بشر روی هم رفته به خطا نرفته، یعنی بشر به نظر میاد در 5-6 جهت پیشرفت کرده و بعید میبینم که یه تغییر ماهوی در بدن بشر رخ بده که یک بار خط بطلانی بکشه بر همه پیشرفت‌هایی که خودش ایجاد کرده در طول تاریخ. 5 قسط یا به تعبیر دقیق‌تری 6 قسط پیشرفت جدی بشر کرده تا الان. بنابراین اولا خوشبینم، این نکته اوله. نکته دومم اینه که من خودم به نظرم میاد که بشر روز به روز به معنویت داره نزدیک‌تر میشه. من عقیدم برای این که بشر از ادیان تاریخی و نهادینه، یعنی از ادیان رسمی، روز به روز داره دورتر میشه، اما به معنویت داره نزدیک میشه، به یک معنویت فرادینی، فرامذهبی داره نزدیک‌تر میشه. سه تا نکته، فقط سه تا گزاره میگم. این سه تا گزاره دوست دارم که شنوندگانم درش تأمل کنن، اگر دیدن کاذبه پرتاب کنن از ذهنشون بیاد و اگر دیدن صادقه بر اساسش یه تجدید نظری در زندگیشون بکنن. یکی توجه به این بکنیم که ما جزئی از کلیم و جزء فقط هستیش در پیوند با کل. یک. دوم، بدونیم که هیچ چیزی نیست که حاصل دسترنج خودمون باشه، هر چیزی که داریم رایگان داده شده و چون رایگان داده شده اصلا جای تکبر نیست. راجعون کنیم که این منم که اینو دارم که تو نداری، نه تو که نداری تقصیری داشته ای، نه من که دارم یه امتیازی بوده که خودم به دست آوردم. و سومم این که ببینیم آیا جز عشق چیز دیگری هم هست که میتونه زندگی رو خوشتر بکنه و بهتر بکنه، یا خوشی و خوبی زندگی به عشق ورزیدنه، عشق ورزیدن به انسانهای دیگه تا عشق ورزیدن
به یه حتی یه قطره باران و عشق ورزیدن به یه برگی که افتاده در مسیر و من دارم از کنارش میگذرم.